برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. در آستانه 25 رجب الاصحب، ساروز شهادت امام کاظم علیه السلام، پرچم حرم مطهر امامین کاظمین علیه ما سلام تعویض شد و به رنگ مشکی درآمد. گفتنی است در مراسم رسمی تعویض پرچم، ده ها تن از روحانیون، طلاب حوزه های علمیه و فعالان دینی و نیز مسئولان آستان مقدس امامین کاظمین علیه ما سلام حضور داشتند. فرمانده عملیات بغداد پایتخت عراق طی اظهاراتی از مشارکت 4000 نیروی امنیتی و اطلاعاتی در تأمین امنیت زائران حرم امامین کاظمین علیه ما سلام خبر داد. وی در ادامه افزود این نیروها در طرح امنیتی خدماتی که برای زیارت مخصوصه آماده شده حضور دارند. به همه نیروهای خود دستور داده ایم برای جلوگیری از ترافیک به هیچ وجه مسیرهای رفت آمد را نبندند و تنها در صورت نیاز مسیری را با ایست و بازرسی بسته شود. هیئتی از اداره وزارت اطلاع رسانی و ارتباطات عراق در شهر مقدس کربلا با مسئولان مربوطه در بخش اطلاع رسانی و ارتباطات آستان مقدس حسینی دیدار و گفتگو کردند. این دیدار در راستای هماهنگی میان دو طرف برای ارائه خدمات بهتر در زمینه فعالیت‌های خود به میلیون‌ها زائر در زیارت شعبانی صورت گرفته است. هر سال همزمان با ولادت با سعادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در 15 شعبان المعظم میلیون‌ها زائر و عاشق اهل بیت علیهم السلام زیارت شعبانی را در شهر مقدس کربلا به جا می‌آورند. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام با همکاری سازمان آی‌اس‌سی کمک‌های بشردوستانه خود را که به کشور ترکیه ارسال کرده بودند میان خانواده‌های آسیب دیده از زمین لرزه اخیر توزیع کردند. گفتنی است این دو مرکز که هر دو مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامظله هستند، این اقدام را در راستای عمل به توصیه‌ها و رهنمودهای آیت الله العظمی شیرازی مبنی بر اهمیت کمک به نیازمندان و آسیب دیدگان انجام دادند. پخش زنده مشایعه کاظمیه از تلویزیون‌های مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام آغاز شد. گفتنی است بنابر اطلاع دفتر طرح و برنامه این مجموعه رسانه‌ای، پخش زنده مشایعه کاظمیه از 6 شبکه وابسته به مجموعه رسانه‌ای و به 5 زبان زنده دنیا از صبح روز دوشنبه 24 بهمن آغاز شده است.